تمثیل آغاز میشه تمثیل با بیان و بررسی اهداف از قبل تعیین شده برای تغییری که شرکت کننده میخواه آغاز میشه با شما به یاد میارین که با امی فرد قبلا مصاحبه کرده بودین و او گفته بود که بله این تغییر است که ما میخواهیم در زندگی خود وارد کنم به این ترتیب آنها به شما در تعیین هدف کمک میکنند حالا قدم دوم برای رسیدن به هدف چی است ما باید نخستین صحنه را که تمثیل او صورت میگیره یا قرار از صورت میگیره باید تنظیم کنیم نخستین سانی که ترتیب میشه ممکن است سانی باشه که دوباره به زمانی در زندگیشان میره این که دو شرکت کننده دقیقت اعتماد به نفس خود از دست داده زیرا او در برابر صنف و همه کسانی که در صنف بودن احساس شرم کرده بود و این وقتی بود که از او خواسته شده بود تا شعر خود بخوانه و سپس همه به او خندیده بودن و تمسخرش کرده بودند او میخواهد تا این سنه دوباره خلق کنه و آنچه را که گذشته بود به صورت متفاوت این بار تجربه کنه و او طوری باشه که همه به او اهمیت و ارزش بدن خب تجربه احساس شرم را در وجود یک متعلم صنف شش ببینید در صنف باید دو یا سه متعلم دیگه نیز باید حضور داشته باشند شاید کسی هم باشه که نقش معلم را بازی کنه پس شرکت کننده از سایر اعضا میپرسد آیا میخواهی معلم باشی آیا میخواهی یکی از هم ما باشی اگر وا موافقت کدن، نزد تحصیلگر برده میشن تا سنه را کنند وقتی هم آماده شدند اعضا حضور یافتند مجری اصلی آماده تجربه مجدد و بازسازی صحنه است تمثیل شروع میشه شما میگویید نخستین چیزی که شما بگویید یا نخستین کاری که باید بکنید چی است خب اکثرا نوا انگام آغاز یک صحنه چی میکنند شما باید از آنها بخواهید تا تمثیل بدل را تماشا کنند زیرا آنها همیشه یک بدل یعنی کسی که نقش نفر اصلی را بازی میکنه در اختیار دارند این فرد استاد میشه و آنچه را که گذشته است تمثیل میکنه. کنه به این ترتیب آن سحنه ها را دوباره به یاد نفر اصلی می آورند پس از این میگیم حالا به دیگر از نشان به که چی داده بود وقتی آنان دیدن که چی داده بود آنان به ابراز تجربه که در او وقت است کرده بودن می پردازند. ای سنه با آنها خاطر نشان می سازه که من تنها بودم کسی به فکر من نبود کسی از من مای نمی کرد. و ای به یاد می که در او سن خورده که من قرار داشتم مورد تمسخر و ریشخندی دیگرها قرار گرفتم و خاموش ماندم حالا در قسمت را برای گروه می تانند که آیا می تانی کدام خاطره دیگر را به یاد بیاری که در نتیجه ای رویداد در دا مکتب همه بالای تو خندیده بودن یا قضاوت کرده بودن که تو خاموش شدی و تو یک چیز رخ داده باشه؟ در دا این حالت آنان یک رابطه را می رابطه تداوی را و آسیب روانی ابتدایی را و اینکه چگونه در زندگی ما ای آسیب روانی نقش بازی میکنه حالا ما برای که مؤثریت تمثیل بالا ببریم از دبل یعنی کسی که نقش مجری را بازی میکنه میخوایم که تمام سنه صنف یک بار دیگه اما به شکل متفاوت تمثیل کنه مجری اصلی تماشاگر این صحنه میمانه ای, ای کار پیکر تراشی میگن خب شما سنه را پیکر تراشی میکنین و ما از کسی که میخوایم بپرسیم خب او کجا استاد بود در کی بود معلم در کجا استاد بود سپس از مجدی اصلی خواسته میشه خب یکی کی سنه را کی بار با صورت متفاوت اجرا میشه مثل یک فیلم تماشا کنیم به ترتیب مسئولین گروه بسیار از نزدیک با شما همکاری میکنند تا یک سنه جدید یا متفاوت خلق کنید تا یک خاطره تجسمی جدید خاطره که قبلا هرگز وجود نداشته است خلق شود ترتیب در حقیقت کاری میکنند که سنی را که آن نفر شیر میخانه تمثیل میکنه اما این بار به جای این که کسی بالای و خنده و تمسخر کند بعضی از شاگردان لبخند میزنند و معلم میگه که بسیار عالی شما را بازم میخواهیم که بیاید و شیر بخوانید بسیار کارتان خوب بود شما فورا میبینید که تجربه جدید تجربه با ارزش بودن و مهم بودن به جای شرمنده شدن و گریختن از صنف احساس میکنید پس از که این احساس را تجربه کردین همه لذاتی سکوت میکنند سپس در مورد آنچه که دیدن صحبت میکنند آنچه که آنها میکنند در حقیقت تجسم دیگرگونه خود از طریق عمل یا کنش است و ای یک ویژگی بسیار خاص و منصر به فرد در مورد تمثیل است شما در مورد آنچه که دوست داشتید رخ میداد صحبت نمیکنید بلکه آن را طوری که میخواستید اتفاق بیفته زنده میسازید همچنان ما برای تکیم آنچه که آن آن شده است از او میخواهیم که آنچه را که درباره خدا در بدن خدا احساس می کند احساسی که هیچگاهی قبلا نرگس تجربه نکرده بود به زبان خود تشریح کند شاید نفر استی بگه که طور مثال من از واقعا احساس و غرور می کنم من هیچگاهی فکر نمی کنم که احساس غرور کنم وقتی من در آینده استاد می شم و شیر می خانم، آرزو میکنم که همیشه تو احساس غرور داشته باشم در دا پایان نشست از, از ازا می خواهیم که به های خود بشینند اما قبل از نشستن همه بگن که من دیگه در نقش فرد بازی نمیکنم من دیگه نقش بدل بازی نمیکنم من دیگه معلم نیستم من هم سنفی نیستم ما حالا دیگه خودم هستم در می زمان حاضر به این ترتیب همه اعضا به عوض باقی ماندن در فضای سنف چندین سال پیش از حال هوای تمس... تمثیل خلاص شده به زمان حاضر برمی گردند. آنچه که فرایند تمثیل برای تغییر خیلی منصر به فرد می سازه است که فراتر از بیان کردن و یا گفتار و یا صحبت در مورد زندگی من و یا زندگی کسی دیگری رفته و در حقیقت با زنده کردن و ایجا کردن یک صحنه به جای گفتن درباره یزوس همچنان نه تنها زنده کردن و انجام دادن است بلکه در حقیقت تجربه کردن نیز است آنان به طور متفاوت فکر می کنند، به طور متفاوت حس می کنند، به شمول آن چیزی که ما می حس بدنی بانان دست می و به این ترتیب ما از تمام بدن استفاده میکنیم تا تجارب جدیدی را که در حقیقت هیچگاهی به خود اجازه نداده بودیم آن را حس کنیم ابراز کنیم زیرا میشه در یک موقعیت ثابت و زده باقی مانده و از آن حالت بیرون نشده بودیم بنان این یک شیوه چند سیستمی بر تغییر فراتر از بیان و تشریح است پس تمام سیستما برای تغییر در این گروه در گروه مبتنی بر عمل کنش شامل میشند هسگر حرکتی به معنی احساس کردن در کردن و متوجه شدن است بعد شناخت شناخت یعنی فکر کردن تصور کردن به شیوه مؤثر و این واقعا به معنی شیوه احساسی است و حتی در بعضی موارد میتوان گفت که شیوه معنوی هم است به این معنی که بعضی از اشخاص واقعا فکر میکنند که بسیاری از تجارب آنان از چیزهای متعالی و یا چیزهای فراتر از ما اثر پذیرفتند. به خصوص افراد متعلق به فرهنگ دیگر به یک جنبه دیگر هم اهمیت میدن و این کانون باور دارند که چیزای بیرون از این دنیا و هم در این درونی ای دنیا با من سخن میگویند وقتی از فرد خواسته تا تمثیل سنه ای از زندگی خود ببینه آن چیزی که واقعا او وا میبینند چیزای مشخصی در زندگیشان است که قابل دید و قابل نظارت است از این رو با خودشان و این خود واقعیشان هرچی بیشتر در تعامل قرار می گیرند. آنان باستابی از خود را می بینند، تصویر خود را می بینند و عمل خود را که به شیوه دیگری نسبت به قبل اجرا می شود. وقتی این را می بینند وقتی از او خواسته می شود که قدم پیش بگذاره و در همین نقش سایر شود و واقعا آنچه که باید اتفاق می افتد را زنده سازد احساس توانمندی می کند. زیرا ای به بخشی از حرکت فیزیکی خود به پیش است. و ای به خاطر که وقتی که او احساس امنیت می کند می گوید من فکر می کنم که می خواهم امرای این آدم گپ بزنم و از او بخواهم که برای یک لحظه گپ زدن بس کنه برای من بسیار زیاد شده است و او هیچ وقت این احساس را نکرده است که برای محدود ساختن کسی می تواند اجازه بگیرد اما وقت اجازه این کار را با حمایت دیگران به دست بیاورد احساس خودانگیزیشی و توانمندی کرده و طرز فکرشان درباره خودشان تغییر می کنه. و ای یک خاطره عاطفی دارد هی hey, ما میتونم گپ بزنم و در حقیقت انگامی که گفتم لطفا منتظر باش توانستم دست خودم کمی پیش ببرم یا شاید یک رویایی برای نخستین بار داشته باشه که به هیچ کس از آن چیزی نگفته است همه یا با هم یک جای میشن و آنچه را که ما در بارش سخن میزنیم تسهیل میکنند و آن دستاوردهای درمانی است نه تنها برای مراجع کننده یا مشری بلکه برای کسانی هم که گروه را نظارت می کنند. بسیاری از آنها می تجارب مشابه کسی را که در تمرکز گروه قرار دارد شناسایی کنند. در نهایت شما در این پروگرام خاص کاملا میدانید که تمام تمثیل درمانی ها در گروه کوچک انجام میشند. گروه کوچک نخست باید تشکیل شوند تا جایی برای ساختار، جایی برای حمایت، جایی بر شمولیت همگی باشند. گروه ها از لاز امنیت به یک کانون بسیار قوی تبدیل میشن زیرا سطح اعتماد اعضا بلندتر شده میره به ای ترتیب تمثیل چنان کلیش من میگه به ملکیت عامه تبدیل میشه تمام اعضا در گروه بر تحقق اهداف کمک میکنند آنان هم چنان از مزایای به دست استفاده میکنند به ای ترتیب ای تنها یک نفر نیست که تغییر تجربه میکنه اما اکثرا یک گروه کوچک که تمام جامعه میشه بگین با آموزش قطعات یا صحنه ها تغییر می کند بنابراین تنها مجری نیست یا کدام شخص کلیدی دیگر اما اشخاص دیگری هم هستند که در شریک سازی نظریات یا نظارت سهم می گیرند که بر ایجاد بالقوه روند ای تغییر بر بسیاری از اعضای گروه حتی در زندگی شخصی خودشان کارا بوده و مفید می باشند.